ده روز از حمله خونین مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل می‌گذرد، اما روایت‌های جانسوز این حمله هنوز هم در ذهن و روان دانشجویان این دانشگاه حک شده است. مبارک شاه دانشجوی اداره و پلیسی آمد در دانشگاه کابل است. در حمله خونین به دانشگاه کابل گردن و دستش زخمی شده است. 6 روز را برای مداوای زخم‌هایش در بیمارستان سپری کرده است. هرچند از لحاظ روحی آرام به نظر نمی رسد، اما می گوید پس از صحت یابیش دوباره به دانشگاه خواهد رفت. با وجودی که زخمی هستم، اما باز هم با اراده محکم و پیش می رویم و درس را ادامه می دهیم. در سوی دیگر اینجا در دانشگاه کابل شمار از عالمان دین برای کسانی که در رویداد خونین بر این دانشگاه زخمی شدند خون اهدا کرده می گویند دشمنان کشور با کشته و زخمی کردن جوانان به پیروزی نخواهند رسید. بنا عند دخمنان و صف یودا او دی مظلومین و مدافعین و صف جدا ده. شما خون یک جوان را میریزید، ما خون خود را اهدا میکنیم تا یک جوانمون را از هلاکت نجات بدیم. با گذشت 10 روز از حمله خونین به دانشگاه کابل، اما تا اکنون حکومت روشن نساخته است که مهاجمان چگونه وارد این دانشگاه شدند. بدون گارانتی و ضمانت اجرای قاتلای مردم را آزاد کردیم، رفتیم و امروز داریم روزه میخوانیم. هر کسی به نوبه خود که چرا در فلانی جای جنگ و چرا در فلانی. اونها هر روز سرک ها، پلچک ها، تاسیسات عام المنفعه را تخریب میکنن و هر روز مردم بیدفاع افغانستان را به خاک خون یکسان میکنن. این در حال است که بخش های از کشور هیچ روز نیست که گواه رویداد ضد امنیت نباشد. رویدادهایی که به گفته کمیسیون حقوق بشر بیشتر از کودکان و جوانان قربانی میگیرد.